سلام، بعد از مصاحبه حین مصاحبه من صدای در شنیدم و خب شک کردم که احتمالا کسی داره وارد میشه و شکم هم خب درست بود. بعد از اتمام مصاحبه من از یه شکل دیگه خارج شدم و رفتم پارکینگ، ماشین سوار شدم و حین در واقع در پارکینگ رو که زدم من دیدم که 3-4 نفر در واقع یورش آوردن سمت ماشین. یکیشم چیز داشت، پنج بوکس داشت، محکم کوبید به شیشه. من فکر کردم که اینا در واقع خفگیرن، چون عمل خفگیرانه بود رسما. اگر بازداشت باید حکم داشته باشه، نه اینکه شما خف کنی طرف و با پنج بوکس بیای بزنی شیشه شو بشکنی که چیه میخوای بگیریش. من گاز زدم از در پارکینگ رفتم بیرون، 4-5 نفر بودم، با آمبولانس گرفتن جلو من، گویا اومده بودم با آمبولانس منو ببرن و من از اونجا خارج شدم به هر طریقی که بود. یعنی ممکن بود تصادف کنم، ممکن بود بمیرم و تا روز شنبه من یک جایی میمونم. شنبه صبح اول وقت میرم دادسرای اوین و با وکیلم اونجا خواهم بود. از ایران هم نمیرم جهت اطمینان شما، میخوام اینو بگم. شنبه صبح من دادسرای اوینم. اگر میخواید با پنج بوکس بزنید، اگر میخواید بکشید، اگر میخواید ما رو تیکه تیکه کنید، اینجا وطن ماست، ما از اینجا نمیریم، همینجا هم هستیم. خیلی هم صریح میگم، شنبه من اونجا، شما بیاید، میخواید بزنید، میخواید بکشید، میخواید هر کاری بکنید، بیاید اونجا. از شنبه صبح اومدم دادسرا، اونجا گرفتید، من همون موقع هم اعتصاب خوش میکنم تا ببینیم آیا توی این مملکت قرار تا آخر روال شما بر اساس گرفتن، بر اساس سرکوب، بر اساس تهدید، بر اساس ارعاب باشه. اگر چنین چیزی قراره باشه، من دفعه قبلم بهتون گفتم خیلی از افراد توی این مملکت هستن، خیلی از انسانهای وطن دوستی توی این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن و من یکی از همون آدم هم.